با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، با امید به اینکه حال همه شما سروران عزیز خوب باشه و در این روزهای کرونایی به قول معروف روزگار رو همچنان بگذرونین به خوشی و خوبی، مهمان بسیار ویژه‌ای داریم در برنامه چند نگاه امروز که نگاهی بسیار دقیق به ماجرای کرونا و کووید خواهند داشت و طبعا اینو میدونیم همه ما هر کاری رو باید به هر حال متخصصش راجبش بیشتر میتونه صحبت کنه، مخصوصا کسانی که در عمق این ماجرا الان هستن، پزشکانن بیشتر و هم با کسانی که قربانی دادن در تماسن، از نزدیک میبینن، هم در مورد اطلاعاتی که نیاز هست مخصوصا در مورد واکسن در اختیار ما بگذارن، متخصصین و پزشکان ما هستن که دقیق‌تر میتونن این اطلاعات رو به شما عزیزان برسونن. ما هم از این فرصت استفاده کردیم، میزبان خانم دکتر حاله دولتیاری آذر هستیم که ایشون پزشک خانواده هستن و مدیر انجمن پزشکان ایرانی کانادایی. خوشحالیم از اینکه تونستیم این فرصت رو داشته باشیم تا سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردین با ایشون مطرح کنیم و نقطه نظر و توصیه‌هاشون رو بشنویم. خانم دکتر حاله دولتیاری آذر، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون، روی خط همراه ما و شنوندگان و بینندگان ما هستین. خانم احمدی سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب برنامه شما و به مردم عزیزمون هر کجای دنیا که هستن و ممنونم از این فرصتی که به من دادید. سپاسگزاریم از شما، از وقتی که در اختیار ما و بینندگان و شنوندگان ما گذاشتین. خانم دکتر، اوایلی که کرونا شروع شده بود، برمیگرده به سال قبل، گفتمانی با شما عزیز داشتیم که خب چیکار کنن، چجوری پیشگیری کنن و به هر حال چه توصیه هایی لازم هست. صحبت بسیار خوب و جامعی داشتیم، هیچ وقت فکر نمی کردیم به امروزی برسیم که مجدداً شما رو در برنامه داریم و ازتون میخواییم بپرسیم توصیه و نظرتون راجع به زدن واکسن چیه. واقعا پیشبینی نمیشه کرد هیچی رو، درسته؟ بله خانم احمدی، همینطور هست. این پاندمی یه جورایی قابل پیشبینی بوده، یه جورایی هم همه ما رو غافلگیر کرده. در مورد زدن واکسن که خب در حال حاضر بهترین راه کنترل بیماری و کنترل پاندمی هست که در کنار رعایت‌های دیگه مثل فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و ضد عفونی کردن دست و اشیا به نظر میرسه که بتونه کمک بکنه که پاندمی رو انشالله کنترل بکنیم. من و سایر همکاران پزشکم که جز اولین داوطلبان بودیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که هرچه زودتر آمار واکسینه شده ها رو بالاتر ببریم و امیدوارم که بتونیم به این پاندمی هرچه زودتر پایان بدیم. برای خانم دکتر، در واقع این که میفرمایین واکسنتون رو زدین و همه یه تقریباً کادر این کارو کردن، پیش قدم شدن، در واقع یکی از راه‌هایی که بشه جلوش ایستاد و کمترش کرد زدن واکسنه. حتما همینطوره خانم احمدی، اصلا به نظر میرسه که در حال حاضر تنها راه باشه، در کنار البته سایر رعایت‌های بهداشتی همونطور که عرض کردم خدمتتون. درسته. خب سوال اینجا پیش میاد که آیا واکسن ها نوعای مختلفی که دارن اعلام میکنن از کمپانی های مختلف، آیا با هم فرق خواهد داشت؟ مردم باید نگران این باشن که کدوم واکسن رو بزنن؟ نظرتون چی؟ ببینید، در حال حاضر ما خب 4 نوع واکسن برای بیماری کووید در کانادا داریم که تایید شده و ارائه میشه. تفاوت اصلی این واکسن ها در میزان پوشش و اثر بخشی اونها در عدم ابتلا به بیماریه که حالا خب واکسن آسترازنکا و جنسن حدود بالای 60% پوشش میدن و واکسن مادرنا و فایزر بالای 90%. ولی یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره و اونم اینه که هدف اصلی از واکسیناسیون فقط عدم ابتلا نیست. در اصل هدف اصلی جلوگیری از مرگ و میر و معلولیت ناشی از بیماریه که این هدف با همه این واکسن ها برآورده میشه. هدف ما اینه که پاندمی رو به پایان برسونیم و جلوی مرگ و میر رو بگیریم. شما صرف نظر از اینکه هر کدوم از این واکسن ها رو دریافت کنید، بیماری شدید نخواهید گرفت و ما به اون هدف نهاییمون خواهیم رسید. و من خواهشم از مردم این هست که صرفاً به خاطر اینکه کدوم واکسن رو دریافت کنن
واکسیناسیونشون رو به تاخیر نندازن و سعی کنن که هر چه زودتر هر واکسنی که برای گروه سنیشون و شرایطشون ارائه میشه رو دریافت بکنن که ما به هدف نزدیک‌تر بشیم. بسیار ممنون خانم دکتر، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردیم بهش. بفرمایید که نظر شما چی هست در مورد اینکه بعد از زدن واکسن، خود شما که واکسن زدین، آیا بعد هم ضروری است که ماسک رو هنوز داشته باشن و یا فاصله اجتماعی رو حفظ کنن؟ حتما همینطور هست، حتما باید این رعایت ها ادامه پیدا بکنه. جواب بسیار ساده ای هم داره و اونم اینه که افرادی که واکسینه شدن هنوز میتونن بیماری رو به دیگران انتقال بدن، پس باید همچنان ادامه بدن تا به جایی که اکثریت افراد جامعه واکسینه شده باشن. بسیار عالی. در سوشال میدیا خانم دکتر خیلی دیده میشه، شنیده میشه که به هر حال اطلاعاتی در اختیار مردم میذارن برای عوارضی که ممکنه این واکسن داشته باشه، یا به هر حال جریان رو به سمت سیاسی سوق میدن. خیلی مطالب مختلف جسته گریخته دیده و شنیده میشه و خب این طبیعیه که مخاطبین ما رو، هموطنا رو میتونه یکم تحت تاثیر قرار بده، ولی ریشه این واکسن و مبارزه با این ویروس طبعا علم هست، علم و ساینسی که به هر حال راجع بهش صحبت میکنیم. شما نظرتون چیه؟ آیا مردم باید اهمیت بدن به این همه در واقع پراکندگی مطالب؟ خانم احمدی، مخالفت با واکسن و کلن مخالفت با یافته‌های جدید علمی و تکنولوژی مسئله تازه‌ای نیست. ما سال‌هاست که بیماران و مردم رو در مورد واکسن‌ها آموزش می‌دیم و مخالفت با واکسیناسیون هم تاریخچه طولانی داره، ولی ما همه می‌دونیم که اگر واکسن‌ها نبودن مرگ‌های زیادی اتفاق می‌افتاد و معلولیت‌های زیادی رو ما در جامعه می‌دیدیم. واقعیت اینه که مثل هر اطلاعات دیگه، اطلاعات پزشکی رو هم بعد از منابع درست دریافت کنیم، از منابع علمی معتبر و جامعه پزشکی کمک بگیریم و به اطلاعات بی‌پایه و اساس اینترنت اعتنا نکنیم. این قضیه مختص واکسن نیست، در مورد تغذیه، مواد غذایی، داروها هم باورهای غلط زیادی وجود داره که متاسفانه نهایتاً هم منجر به آسیب جدی به سلامتی افراد میشه. در مورد واکسن‌های جدید هم که با تکنولوژی سلولی و ژنتیکی ساخته میشن، این باور غلط رواج داره که میتونه سیستم ژنتیکی افراد رو تغییر بده. این باور در واقع نتیجه عدم شناخت مکانیزم این واکسن‌ها و نحوه عمل کرده اونها هست. مواد موجود در این واکسن اصلا وارد هسته سلول نمیشن که بتونن تغییر ژنتیکی ایجاد بکنن. به نظر من مردم باید بیشتر از بیماری کووید بترسن که تا حالا بالای 3 میلیون نفر در دنیا مردن و عوارض طولانی مدتش رو هم شاهد خواهیم بود در سالهای آینده. من فکر میکنم کمتر کسی هست که آشنا یا عزیزی رو به خاطر کرونا از دست نداده باشه و این چیزی که باید ازش ترسید. کاملا درسته. بسیار ممنون از توضیحات کاملتون و در اینجا در این بخش میدونم که خیلی به هر حال سر شما هم تو این دوره بیشتر از همیشه شلوغه، چون مستقیما هم با بخش کووید دارین کار میکنین و در تماس هستین و از نزدیک میبینین که داره چی میگذره. ممنونیم که این اطلاعات رو در اختیار هموطنان ما گذاشتین. اگر توصیه‌ای در پایان گفتمان امروز داریم بسیار خوشحال میشیم خانم دکتر بشنویم. من فقط خواهشم این هست که مردم همکاری بکنن، در اولین فرصت وقت بگیرن و واکسنشون رو دریافت بکنن، به ما به کادر درمان واقعا کمک بکنن. من در همه بخش‌ها زمانی که کووید شروع شده فعالیت کردم، تو کووید سنتر، توی بخش واکسیناسیون، توی مطبامون و بقیه همکارانم شاهد هستم، توی اورژانس‌ها، توی ICU ها تمام تلاششون رو میکنن و این الان زمانی هست که مردم هم باید سهم خودشون رو ادا کنن و کمک کنن که هرچه زودتر تعداد واکسینه شده ها بالا بره تا به یه آرامش نسبی برسیم. حتما. من اجازه میخوام در پایان گفتگوی امروز از طرف خودم و هموطنان عزیزمون واقعا سر تعظیم
به سوی شما عزیزان کادر درمان فرود میاریم و دستتون رو میبوسیم و خسته نباشید بهتون میگیم و دعا میکنیم که کنار ما باشین تا به قول شما این بحران رو هرچه با سرعت بیشتر بگذرونیم. از لطف شما بسیار سپاسگزارم. ما فقط انجام وظیفه میکنیم. من همیشه میگم ما سربازهای این جنگ هستیم و وظیفه ما هست که در همچین زمانی این کارها رو انجام بدیم. بله، در واقع خط مقدم الان شما عزیزان هستین. خدا حافظتون باشه. سپاس فراوان. گفتگو با خانم دکتر هاله دولتیاری آذر، پزشک خانواده و مدیر انجمن پزشکان ایرانی کانادایی رو به پایان میرسونیم. خانم دکتر وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. ممنونم.